با آشپزی لحظات خوشی داشته باشید. با همکاری روب هدیه است و خوشم می آید. با تقدیم سلام، بعد از ظهرتون بخیر. امیدوارم بعد از ظهر خوب خوش را آغاز کرده باشین. امروز بشیر جان برتان کوفته با بادنجان سیاه آماده میسازه و قسمی که من در برنامه قبلی برتان گفتم یک ماسک بسیار ساده و آسانه برتان دربارش معلومات خواد دادم و در بخش بسته معلوماتی راجع به فواید ریحان برتان معلومات آماده ساختیم. حالا مواد لازم غذا را از خود بشیر جان میشنوید. بله دوست عزیز، با تقدیم سلام خدمت شما عزیز خواننده برنامه آشپزی. خب قسمی که همکارم بر شما گفت که واقعا امروز غذا خوشمزه است که ما میخوایم این داخل داش آماده بسازیم. واقعا طعم مزه بسیار خوبی داره که ما میتونیم به شکل بسیار خوب و منظم آماده بسازیم. خب موادی که هست ما میتونیم بعضی موادش رو ما چینج کنیم، میتونیم که به جای بعضی مواد کدام مواد دیگه رو اضافه کنیم، هر کدام که ما خودمون خواسته باشیم. ولی پیش از همه شروع میکنیم با مواد لازم. دوستایی که میخوان مواد لازم یادداشت بگیرن، یک یکی بر شما میگیم و شما هم یک یک یادداشت کنید تا بتونید از این غذای خوشمزه آماده بسازید. موادی که ضرورت داریم: بادمجان سیاه، بادنجان رومی، کرم، چیکن کیوب، سیر هم اینجا باید باشه، گوشت کوفته، پنیر پیتزا، لوبیای سرخ نرم شده باید باشه، مطر که واقعا طعم مزه بسیار خوبی داره، و در اخیرم ربع حتی است که یک ربع بسیار خوب و خوشمزه است که واقعا طعم بسیار خوبی داره که ما میتونیم به شکل خوبی غذای خوشمزه را آماده بسازیم. امروز باز هم ما میخوایم که در غذای خوشمزه که امروز آماده میسازیم از ربع حتی استفاده کنیم. خب غذای که امروز آماده میسازیم، خب گوشت و کوفته است، صرف سرخش میکنیم همراه با کمی مواد مخلوطش میکنیم تا شکل دیزاین خوبی را برای خود بگیره، و بادنجان سیاه را به شکل زیادتر کسا دلمه که آماده میسازن از مرچ دلمه باشه یا از بادنجان رومی باشه یا از برگ تا که آماده میسازن، ولی امروز ما خواستیم ایره به شکل داشی داخل داش آماده بسازیم که بادنجان سیاه رو داخل داش پخته میکنیم. واقعا طعم خوبی داره، ما میتونیم به بسیار آسانی هر چقدر که باشه به وقت بسیار کم آماده بسازیم. بله خب امروز میخواین دلمه بادنجان سیاه آماده بسازیم. بله خب بادنجان سیاه که امروز ما میخوایم آماده بسازیم، باید که قسمت داخلش هم خالی کنیم. خب این قسمت رو بروش میکنیم. باز هم از این قسمت از این ما به خاطر شکل سرپوش ضرورت داریم، چرا که نمیخوایم موادی که داخل زیست حرارت ببینه، چرا که یک بار پخته میشه، به خاطر بالای قسمت بالاش میمونیم، هم دیزاین بسیار خوبی میگیره و هم به شکل سرپوش آماده میشه. و داخل زیر همراه با کارت، قاشق یا هر وسیله که در خانه تیار داری و میتونی براحتی را آماده بسازی، میتونی از او استفاده کنی. خب به این شکل هم بادنجان سیاه چخی که می باشه باید که داخلش خالی شوه. کوفته که آماده می سازیم همه کوفته را باید داخل زیپ پر کنیم، البته کوفته پخته شده را. خب بعد از اینکه مواد داخل زیر که آماده می سازین که با کوفته، لوبیا و مطر آماده میشه، داخل داش می مانین ایره. خب مدتش چقدر باشه؟ چند دقیقه باید داخل داش ایره بگذاریم تا پخته شود؟ خب برای یک 10-15 دقیقه اگر بانمیش بهتر است، خوبتر ما میتونیم آماده بسازیم، و اگر وقت داشته باشیم حرارت کم میکنیم برای 15-20 دقیقه میمانیم. باز اگر وقت نداشته باشیم حرارت زیاد باشه برای 5 دقیقه ما میتونیم که آمادهش کنیم. خب به این شکل باید که قسمت داخلش هم مکمل خالی کنیم، ولی با اون اندازه نازک نسازیم قسمت داخلش که پوست بسیار نازک باشه که وقتی حرارت ببینه و با مو حرارت کاملا بشاره. کمی پوستدار باشه، کمی گوشت قسمت داخلش اگر زیادتر باشه خوبتر ما میتونیم ایره آماده بسازیم. و می شکل به بسیار سلامندی باید که قسمت داخلش خالی کنیم.
و زیادتر کسی که بادنجان سیاه آماده می‌سازن از پیششان تلخ می‌باشه و مزه خوبی نمی‌داشته باشه، به می خاطر است که یگان نفر میگن قسمت داخلش یا خود بادنجان سیاه زهر داره، باید که تلخیش گرفته شه که همراه با نمک ما میتونیم تلخیش بگیریم. خب ما هم میخوایم که یک کمک نمک داخلش اضافه کنیم، به شکل کاملا داخلش نمک اضافه کنیم و این قسمت از این هم برش میکنیم به خاطر از اینکه به شکل ما بتونیم میره داخل قالب بگذاریم. خب یکیش خواه آماده شد، نوبت دومش هست. به این شکل یک دو سه چهار پنج دانه که میباشه یا میمانی میداشته باشیم زیادتر میباشه، ما میتونیم همیشه به این شکل آماده بسازیم. خب بعضی ها میخواین وقتی که بادنجان سیاره پوست میکنن میخواین به مدت دیری اون را نگهداری کنن، چی کار کنن که تا او سیاه نشه؟ خب به خاطر سیاه ساختنه که رنگش سیاه نشه میشه که از پوست لیمونی که از آب لیمو استفاده کنن. آب لیمو جلوگیری از سیاه شدن رنگ سیاه بادنجان سیاه میکنه و میتونم به این شکل که به خاطر سیب استفاده میکنیم ما میتونیم از بادنجان هم به این شکل استفاده کنیم. بله خب دیگه قسمت از برنامه بسته معلوماتی که راجع به فواید ریحان آماده ساختیم با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم. ریحان گیاهی معطر و بادشکن است. اگرچه بیشتر به عنوان ترکاری یا طعم دهنده به غذا مورد استفاده قرار می گیرد، ولی خواص درمانی خاصی هم دارد که از آن جمله ریحان آرامش دهنده اعصاب است و برای درمان سردردهای عصبی بسیار مؤثر است. اگر 20 تا 50 گرم ساقه ریحان که دارای برگ و گل است را در 1 لیتر آب جوش بریزید و 12 دقیقه دم کنید، سپس آن را صاف و شیرین نمایید و پس از هر غذا 1 گلاس بنوشید، افسردگی را برطرف می کند. دم کرده ریحان که با عسل شیرین شده باشد برای برطرف کردن گلودرد مؤثر است. برای درمان نفس تنگی نیز می توان جوشانده غلیظی از ریحان تهیه کرد و روزی چند مرتبه دهان را با آن شستشو داد. جوشانده سرد آن نیز تبر است. پس در بیماری های پندیدگی گلو و سرماخوردگی حتما از ریحان استفاده کنید. دانه ریحان نیز به علت داشتن لعاب فراوان نرم کننده است و در رفع پندیدگی گرده مفید است. ریحان ضد دلپیچه است. افرادی که دستگاه گوارش حساس دارند و سریع نفخ می کنند با غذا ریحان مصرف کنند. ریحان در درمان اسهال هم مؤثر است. خوردن تخم ریحان برای درمان اسهال اثر شفابخش دارد. جوشانده ریحان گرفتگی دستگاه گوارش را رفع می کند و ضد تهوع و استفراغ است. جوهر ریحان که بازیلیک نام دارد بسیار معطر و ضد عفونی کننده دستگاه گوارش است و بوی سیر و پیاز را از دهان می برد. ریحان میکروب اسهال را می کشد و بوی آن پشه و مگس را فراری می دهد. ریحان را در باغچه منزل خود بکارید تا به این ترتیب با حشرات مزاحم مبارزه کنید. دم کرده برگ ریحان اثر ضد تشنج، درد و مقوی دارد و خوردن ریحان دستگاه هاضمه را تقویت می کند. برگ ریحان درمان کننده ناراحتی های حاصل از نیش حشرات است. کافی است که محل گزش حشرات را با برگ ریحان ماساژ دهید. سپس خارش و درد را برطرف می کند. جویدن برگ ریحان برای زخم های دهان مفید است. جوشانده ریحان تبر است و دم کرده تخم ریحان مسکن است. اگر تخم ریحان را بکوبید و با سماق عربی مخلوط کنید، داروی خوبی برای درمان اسهال است. تخم ریحان برای رفع دلدرد مفید است. برگ ریحان اثر زیاد کننده شیر دارد و مادران شیرده حتما باید از این گیاه استفاده کنند. ریحان غذا را خوشمزه می سازد و منفذها را باز می کند. اشتها را به غذا افزایش می دهد. شخص را از بیماری جزام ایمن می گرداند. وقتی ریحان در شکم آدمی قرار گیرد، همه امراض را ریشکن می سازد. ریحان مرض سل را از بین می برد.
ریحان دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی می باشد. آنتی اکسیدان های طبیعی موجود در این گیاه می تواند از بدن در برابر آسیب های رادیکال های آزاد محافظت کرده و به این ترتیب با اکثر فرم های سرطان مبارزه کند. روغن ریحان به عنوان مرطوب کننده برای شفافیت پوست و موی کدر شده نیز به کار می رود. از این گیاه دارویی برای درمان جوش های صورت نیز استفاده می شود. مطالعات نشان داده اگر محصولی را در محلولی که فقط حاوی 1% روغن ریحان باشد شستشو دهیم، منجر به از بین رفتن چنین باکتری هایی می شود. پس با تمایل بیشتری از این سبزی پرخاصیت در سالاد خود استفاده کنید. برگ ها و روغن ریحان هر دو دارای خاصیت ضد باکتریایی هستند که می تواند حتی برای از بین بردن بیماری های عفونی نیز مفید باشد. استفاده از برگ‌های ریحان بر روی زخم‌ها می‌تواند موجب از بین رفتن عفونت‌های باکتریایی شود. خواص ضد ویروسی آن برای درمان بیماری‌های مانند سرماخوردگی، آنفولانزا و تبخال نیز مفید است. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روب هدیه است و خوشم میآید. ادامه برنامه آشپزی است و شما رو دوباره خوش آمدید میگم. حالا نوبت ازی رسیده که آیسا ایسا بادنجان سیاهی که میخوان امروز داخلش از کوفته یک غذای خوشمزه را آماده بسازن، داخلش باید کاملا خالی کنن تا که مواد داخل جای بگیره، داخل داشت بگذارن تا پخته شد. بله، خب با ایسایست همه موادش آماده میشه، ولی پیش از همه باید که قسمت داخل بادنجان سیاه به شکل خالی شوه. قسم گفته نباید زیاد نازک شوه. بله، نباید زیاد نازک شوه، بخاطر اگر زیاد نازک شوه وقتی داخل داش میمانیمش و همراه با حرارت داش خود نرم میسازه، اگر زیاد نازک باشه کاملا میشه خراب میشه، بخاطر باید که زیاد نازک نباشه. صرف همه قسمت ها که تخمک های خود بادنجان سیاه است باید که ما گرفته شوه. و میتونن از مرچ و دلمه، بادنجان رومی و کچالو استفاده کنن؟ بله، میتونن که بعضی تغییرات خودشان بیارن. بعضی مواد میتونن که خودشان به شکلی که خودشان میخوان آماده بسازن. خب فرق نمیکنه. ما میتونیم که حتی گوشت از مواد دور کنیم. به جای گوشت همیشه سبزیجات استفاده کنیم. خب بادنجان سیاه همش آماده شد، کاملا قسمت داخلش خالی کردیم و نوبت یک دیگه است که این قسمت بانیم. خب شروع میکنیم از گوشت و کوفته. اول گوشت و کوفته رو کاملا سرخ میکنیم داخل روغن. وقتی سرخ شد نوبت پیاز، بادنجان رومی و بعضی مواد دیگه است که همیشه اضافه میکنیم. خب ولی باید که قسمت دیگه رو کمانیم، باید که کمی داغ شوه، روغن اضافه میکنیم. ما میتونیم به جای روغن از روغن زیتون هم استفاده کنیم، میتونیم از روغن یعنی از مسکه هم استفاده کنیم. خب موادی که داخلش داخل بادنجان سیاه پر میکنیم باید کاملا پخته شده باشه. بله، پخته باید باشه. اگر خام باشه وقتی حرارتی که میباشه شاید چهار طرفش کمی پخته کنه، ولی اگر ما متوجهش نباشیم و خوبتر پخته نشه شاید که قسمت داخلش کمی خام بانه. بخاطر از این خام نمانه ما 100% باید که مواد داخلش را پخته کنیم و قسمت بیرونی خود بادنجان سیاه را و همراه با پوستش داخل داش میمانیم. داخل داش وقتی حرارتی که میباشه کمی آبی که داخل قالب اضافه میکنیم با مو آب و با مو حرارت زیاد آبش هم تف میکنه، همراه با تف پخته میشه و حرارت خود داش چهار طرف زیر نرمی میسازه که ما میتونیم خوبتر استفاده کنیم. یعنی فواید بسیار هم زیاد داره و ما میتونیم خوبتر هم ایره آماده بسازیم. خب فعلا روغن آسته آسته گرم میشه، داغ میشه. وقتی داغ شد نوبت گوشت است که باید گوشت اضافه کنیم. و قسم گفتن میکنیم به جای گوشت از سبزیجات استفاده کنیم. کسایی که علاقه ندارن، دوست ندارن گوشت غذای خود استفاده کنن، میتونن از سبزیجات بسیار خوشمزه استفاده کنیم که امروز
از همراه با گوشت از حبوبات استفاده میکنن که لوبیا و مطر است. دو حبوبات بسیار قوی و خوشمزه که قبل از قبل یا نرم شده که به خاطر کارشان آسان تر شود. خب به این شکل هر موادی که آماده میسازیم باید پیش از پیش آمادگی برش داشته باشیم و نرمش هم کنیم. خب گوشت به این شکل آیسته آیسته آماده میشن. نوبت سیر هم است. سیر باید که داخلش اضافه کنیم. سیر هم یک خوشبوی خوبی می داشته باشه همراه با گوشت و خونبوی یا گوشتبوی که خود گوشت می داشته باشه او را هم از بین میبره. و در جریان سرخ شدن اگر که سیر باشه بهتر است. خب اول باید سیر با روغن کاملا سرخ شوه و بعدا گوشت اضافه میکنیم. بله گوشت اضافه کردیم بعدا پیاز اضافه میکنیم. بله خب به این شکل سرخش میکنیم. آهسته آهسته آماده میشه و تا خوبتر ما رو هم سرخ کنیم و خوبتر هم آماده بسازیمش. بخیر طعم بسیار خوبی داره و به شکل بسیار خوبی ما میتونیم که مواد را آماده بسازیم. خب گوشت ما به خاطر اول سرخ میکنیم تا کاملا پخته شوه و خوبتر ما بتونیم استفاده کنیم. بعد از اون نوبت پس مواد و سبزیجات دیگه است که بالاش اضافه میکنیم و با گوشت مخلوطش میکنیم تا گوشت مزه‌دار هم بسازه. و در جریان از اینکه آماده میسازیم اگر ما در خانه از باربیکیو ساز داشته باشیم ما هم میتونیم که از این استفاده کنیم، چرا که گوشت به شکل خوشبوی خاصی میداشته باشه و خوبتر هم آماده میشه. و به این شکل مخلوطش میکنیم تا وقتی که کاملا باربیکیو ساس همراه با گوشت مخلوط شود. خب کرم هم داخل بادمجان سیاه استفاده میکنیم. بله خب من کرم بیتر میکنم براتون تا که شما کارتون آسان شود و دیگر موادش ما آماده بسازیم. خب بس میشه کرم خودت میده میده کنیم برم، چرا که ما کرم هم به شکل بسیار خورد خورد دانه دانه میده میکنیم. وقتی که خورد خورد آماده شد همراه با گوشت مخلوطش میکنیم، نرم میشه و گوشت با هم نمیمونه که با هم بچسبه و گوشتی که آماده میسازیم غلیظ وقتی زیاد غلیظ باشه او را برای ما به شکل پاشان آماده میسازه. زیادتر کسایی هستن که گوشت آماده میسازن، اگر در کران گوشتی که آماده میسازیم اگر که سبزیجات باشه بهتر است، خوبتر ما میتونیم استفاده کنیم. و این گوشتی که آماده ساختیم به این شکل مخلوطش میکنیم و آهسته آهسته به می شکل سرخ می شد تا آماده شود. و به خاطر طعم مزهش چیکن کیو. خب نازک نازک میده کنم. بله خب کیو پا هم اضافه کردیم و کیو در جیران از اینکه آماده می شدیم. حالاته که داخل دیگه است کیو پا نرم میسازه و همراه با گوشت کاملا مخلوط میشه. خب کرمه که استفاده میکنین البته نباید زیاد داخل روغن سرخ شه به خاطر که فایده که داره از بین میره و کرم کسایی که وزن زیاد دارن چربی زیاد دارن میتونن از کرم زیادتر استفاده کنن. در غذای غذایی خود چربی خون کاهش میده و چربی که شما در بدنتان دارین ایرم کاش میده. خوبتر است که به صورت یا داخل سالاد از استفاده کنین و یا هم به صورت ترکاری از استفاده کنین تا که فایدش بیشتر باشه. بله بشه اگر خام اگر آماده بسازیم بهتر است، خوبتر ما میتونیم غذا آماده بسازیم. ولی اگر در غذا هم اضافه میکنیم با او اندازی ما رسپورت نکنیم که رنگ خود را تغییر بده و یا اون فایده که داخلش هست همش از بین بره. صرف یک کمی حرارت میتیمش کمی که نرم شد و پس داخل غذا استفاده میکنیم. کسایی که از گوشت کوفته نمیتونن استفاده کنن از کدام نوع گوشت دیگه میتونن داخل غذا استفاده کنن؟ خب گوشتش فرق نمیکنه که 100% باید گوشتی که استفاده میکنیم باید که از این گوشت
گفته باشه. ما میتونیم گوشت رو تغییرات خودم بیاریم، ما میتونیم از گوشت چینیم و خام آماده بسازیم، به شکل خرد خرد همراه با کارد میدش کنیم و یا از داخل ماشین گوشت بکشیم. ما میتونیم گوشت گوسفند هم استفاده کنیم و ما میتونیم که بدون گوشت هم این خسا رو آماده بسازیم، یعنی در خسا کاملا میسازیم، گوشت استفاده نمی کنیم، مکمل سبزیجات رو داخل مسجد المپر می کنیم، ولی با کمی که تغییرات همیشه آماده می سازیم، بعد از او داخل داشت می مونیم آماده می شه. خب ایرا وقتی که بالای خب ایرا بالای گوشت اضافه می کنیم و یا در اطراف بادمجان سیاه؟ نه، داخل گوشت اضافهش می کنیم، داخل گوشت باید که کاملا اضافه شد تا کمی نرم شد، کمی نرم شد و ما بتونیم خوبتر استفاده کنیم و به خاطر شکل تزیینش با خماندیش کرد فضو هم میتونیم استفاده کنیم به خاطر تزیینش، ولی یک قرمه دیگه هم ما به استفاده نیستیم به خاطر از اینکه اگر ما بخواییم تنها از این فضو استفاده کنیم خشک است، هیچ قرمه نداره و استفاده کنیمش هم مشکل میباشه، به خاطر ما یک قرمه خوشمزه همراه با لوبیا آماده میسازیم که بسیار آسان هم است و میتونیم به بسیار آسانی سادگی آمادش کنیم. خب هم مواد اضافه کرده بودیم، یعنی کیو بود که همراه با سیر و پیاز اضافه کرده بودیم، کمی که نمک هم اضافه میکنیم به خاطر طعم و مزه غذا رو زیادتر بسازه. خب مصالحه کوفته هم اضافه میکنیم کمی. یک کمی تخم گشنیز و مرچ سیاه. مرچ سیاه خواه هر غذایی که استفاده کنیم واقعا غذا را برای ما خوشمزه میسازه، خوشبوی هم میسازه. به این شکل نوبت مرچ سیاه مساله بود که مساله را هم اضافه کنیم، باز هم مخلوطش میکنیم. گوشت از این معلومه شد که گوشت کاملا آماده شده، هم پخته شده و ما به اندازه رستور کردیم که هیچ تشویش دیگه نداریم که بعضی قسمتاش خام آماده بشه، چرا که کاملا مخلوط شده. به اندازه ما کوشش کردیم که خوبتر بتونیم ایران آماده بسازیم. خب همه مواد مخلوط شده، کرم اگر آماده باشه که نوبت کرم است که باید کرم اضافه کنیم. و کسایی که نمیخوان داخل داش آماده بسازن این غذا و یا داش ندارن در خانهشون، میتونن داخل دیگ به شکل لواب ایران آماده بسازن؟ بله، میشه که بادنجان سیاه که داخلش ما خالی کنیم از مواد پر میکنیم، قرمه بادنجان میره همه موادش پیش از اینکه سرخوش کنیم داخل دیگ اضافه میکنیم و کمی که آب اضافه میکنیم و بعد از اون نوبت بادنجان سیاه است که آماده ساختیمش، داخل دیگ میمونیم و بعد از اون آهسته آهسته آماده میشه. خب کرم هم آماده است. خب کرم خود زیاد میده کنیم، ولی با قماندهش ما میتونیم در تا از اینش هم استفاده کنیم. خب هنوز ما تمام شمایده نکردیم، نیم شمایده است. آخر باش شده بخوندیش باشه، ما میتونیم بعضی قضا یا سالات دیگه هم ما رو بسازیم و همچنان میتونیم از کرم سوپ بزار خوشمزه هم آماده بسازم. بله، سوپ خوشمزه هم میشه که از کرم آماده بسازیم، یعنی کرم یک سبزی است که ما هر قضا خواسته باشیم ما میتونیم آماده بسازیم. کسایی که نتونستن در بخش اول برنامه مواد لازم یاداش بگیرن، همین لحظه مواد لازم آماده نشر است، فراموش نکنین برنامه آشپزی ادامه داره. مواد لازم: بادمجان سیاه با کوفته، گوشت کوفته 300 گرم، بادمجان سیاه 1 کیلو، پنیر پیتزا 150 گرم، پیاز 2 عدد، سیر 4 دندانه، بادمجان رومی 3 عدد، کرم 1 عدد، چیکن کیوب 1 عدد، مطر 1 قطی، لوبیا 1 قطی، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روبه هدیه است و خوشم میآید. با ادامه برنامه آشپزی دوباره خوش آمدین و حالا نوبت ای رسیده که بادنجان سیاه را که موادی که داخل مواد داخلیش آماده ساختن داخلش اضافه کنه و حالا از روغن استفاده میکنین داخل بادنجان سیاه. بله، خب به قسمت داخلش نمکی که اضافه کرده بودیم، آبی که داشت کاملا آبش دور شد و به شکل مواد که بود همیشه داخل از این مواد باید پر کنیم و دوست عزیز کمری خودا گم کرده بودم که رئیس بودم یا ایسا. خب
به شکل مواد که آماده ساختیم یک خوشبوی خاص داره و داخل بادنجانی که نمک اضافه کردیم آب داشت، آب کاملا زهر یا هم تلخی بادنجان دور کرد و به این شکل بسیار خوبتر آماده شده. کمی که آب اضافه کردیم تا شوریش هم از بین ببره. به این شکل هم مواد آماده شده، آماده ایست که باید ما مواد داخلش پر کنیم. ولی پیش از اینکه مواد داخلش پر کنیم، نوبت پنیر پیزاست. خب وقتی که بادنجان سیاه بعضی ها پخته میکنن یک تلخی داره از خود، چی مواد را استفاده کنن تا که تلخی ازی از بین بره و بعضی ها بادنجان سیاه را پیش ازی که آماده بسازن جوش میتن و آبش دور میسازن؟ خب با شکل هم آماده میتونن ساخته، ولی با شکلی که ما آماده بسازیم کاملا خوشبوی یا مزه بادنجان سیاه از بین میره، ویتامینش همراه با آب کاملا از بین میره. بهترین روش همین است که همراه با نمک برای چند خبانمش و بعد از او خوبتر ما میتونیم آمدش کنیم. و گوشت و کوفته که هست به این شکل باید که داخل زی پر کنیم. خب پیش از اینکه مواد داخل بادنجان سیاه اضافه کنیم از پنیر پیزا استفاده کردیم. بله، پنیر پیزا اضافه کردیم به خاطر از اینکه در قسمت پایین شکر باشه. وقتی ما این را قسمت وسط برش میکنیم یک خوشبوی خاص بلند میشه و یک دیزاین بسیار خاص را برای خود میگیره که به موشک ما میتونیم استفاده کنیم. خوب پنیر پیزا اگر باشه بهتر است، ولی بعضی وقتا اگر نداشته باشیم در دسترس نباشه ما بگیم که این غذا را آماده نمیسازیم و این شکل نمیشه. ما میتونیم که پنیر پیزا را هم از مواد حذف کنیم، یعنی بدون پنیر پیزا هم ما میتونیم که این غذا را آماده بسازیم. خب از مطر داخل این مواد استفاده نکردین، حتما از مطر و لوبیا یک قورمه یا یک لوبیا آماده میسازیم. بله. خب اگر مطر و لوبیا رو داخل مواد استفاده میکردین هم میشد، ما میتونستیم که اضافه کنیم، میتونستیم. اما به خاطر که گوشت اضافه کرد استفاده کرده بودین، خب پروتئین زیاد میشد. سرمیز که تنها گوشت استفاده کردیم و از مطر و لوبیا یک قورمه بسیار خوشمزه آماده میسازن. بله، به خاطر آماده ساختن بعضی غذاها باید که مطابق چیز زیادتر باشیم که کدام مواد را اضافه میکنیم و این را به چه شکل آماده میسازیم. اگر به این شکل بعضی نکات مد نظر بگیریم غذا خوشمزه و غذای صحی آماده میشه، ولی اگر مد نظر نگیریم شاید مزه‌دار باشه ولی وسعت ما مزرش هم باشه. به خاطر باید که زیادتر متوجه آماده ساختن غذا و پلان آشپزخانه باشیم که کدام غذا را به چه وقت آماده بسازیم. خب دو دانش به شکل آماده میکردیم، پر شد و نوبت ازی هم است که ایران باید که به می شکل پر کنیم. خب بعد از اینکه یا پر شد داخل داشت گذاشتیم، گفتیم به مدت 10 الی 15 دقیقه داخل داشت باید بگذاریم تا ای که مواد داخلش از او کاملا پخته است، تا ای که خود بادنجان سیاه پخته شود. موادی که داخلش هست کاملا پخته است، آماده شده است. دیگه ضرورت نداریم که ما مواد داخلش را پخته کنیم. صرف ما میخواییم چهار طرف بادنجان از یک کس کمی خود پخته کنه و نرم بسازه که به شکل خوبتر نرم میشه و او کسی که کم خون هستن اگر به شکل آماده بسازن برشون بهتر است و خوبتر میتونن غذای خوب و خوشمزی را برای خود آماده بسازن. و این بادنجان سوی که امروز آماده میسازین شاید داخل قالب که میگذارین لعاب نداشته باشه، این بتانه ایش میشه که نرم شبه؟ خب لعاب نداره، خورمه نداره، صرف ما کمی آب داخل قالب اضافه میکنیم، بسیار کم. و هم دالته که وقتی قالب گرمه یک تفه که از قالب بیرون میشه داخل داش و همو حرارت باعث نرم شده نزیم میشه که زودتر نرم سوزش. و اگر میخواین کم لعاب دار بیاین میتونن از روبه حدیه یک لعاب بسیار خوشمزه و آماده بسازین، داخل قالب بگذارین و بعدا بادنجان روی بالش قرار بدین و داخل داش بگذارین تا یک دولمه لعاب دار آماده شود. بله، خب دولمه همش آماده شد، به شکل آماده ساختیمشان. باز هم نوبت پنیر پیتزا است که به شکل در قسمت وسط از به شکل میمانیم، کم فشار میتیم. خب یک کمک میشه وقتی سرپوشا رو بانیم هزار قسمت بالا آماده میسازیش
و این قسمت کمی باز هم برش میکنیم. و قسم گفتن میتونین از مرچ دولمه، از بادنجان رومی و یا کچولم استفاده کنین و یا کدوگه هم میتونین استفاده کنین اگر بادنجان رومی بادنجان سیاه در دست رست نداشتیم. خب قالب چرب نمیزادین به خاطری که داخل قالب آب اضافه میکنین به خاطر نرم شدن. بله ضرورت به چرب کردن نداره که ما رو چرب کنیم به خاطر مواد داخلش نچرب شده، چرا که تو مواد نیست که باید چرب شده دهی بچسبه، به خاطر ضرورت نداریم. ولی کمی روغن زیتون استفاده میکنیم به خاطر از اینکه رنگ روشن داشته باشه و خوبتر هم سرخ شود. خب این هم غذای بود که دوستا در فیسبوک بر ما پیام میگذاشتن که از غذای دولمه آماده بسازن و کسایی که غذای را که ترسیش بلد نیستین میتونین در صفحه فیسبوک ما پیام بگذارین تا ای که وشی جان به شکل آسانتر و خوبتر براتون آماده بسازه و شما میاد بگیرین در خانهایتان به ما آسانی آماده بسازین. به اندازه 2 لا 3 قاشق آب داخلش اضافه میکنیم. بالا روغن زیتون، اگر روغن زیتون نباشه از روغن نباتی استفاده میکنیم. خب به شکل ما مواد را اضافه کردیم و یک کمه که مرچ سیاه دیگه هم ضرورت داریم. مرچ سیاه هم اضافه کردیم و نمک کمی دیگه اضافه میکنیم و مواد کاملا آماده ساختیم. خب مواد هم آماده شد، نوبت داش است که داخل داش بانیم. قسمتی که شما دیدید قسمت داخلش همراه با مواد پخته شده که از گوشت و کوفته آماده ساختیم داخلش را پر کردیم و سرپوشش را دوباره در سرش ماندیم به خاطر از اینکه هر راتی که می باشه اگر ما متوجه نباشیم قسمت بالایش خاک میکنه خدا و باز هم مواد بیمزه میسازه. به خاطر سرپوش ها کمک دهیم میشه که قسمت داخل زیر هم به شکل دمپخت آماده بسید، چرا که مواد داخل بادنجان هم گرم بود، بسیار گرم بود، یعنی امون رازه که دالت جوش و پخته شدن بود. داخل زیر پر کردیم، باز هم بادنجان سیاره گرم نگاه کرده و از قسمت بیرون اگر وقتی داخل داشت میمونیم هم حرارت میگیره برای خود به شکل هم از قسمت داخل و هم از قسمت بیرون از هر 4 طرف کاملا آماده میشه که ما میتونیم خوبتر از این غذا استفاده کنیم. خب نوبت داشت هست که برای چند خود داخل داشت بانیمش تا آماده شود. درجه هم در 250 درجه سانتیگرد میمونیم، قسمت پایین بالای داشت روشن باشه و وقتی که غذا رو ماندیم تربوی داشت روشن میکنیم به خاطر از اینکه حرارت در 4 طرف دیگ باشه و همون غذا را با حرارت بسیار بالا آماده بسازیم. بله. خب قسمی که دیروز براتون گفتم یک ماسک بسیار آسان و ساده که همتون میتونید در خانه از او استفاده کنین و آماده بسازین و استفاده کنین ماسک صفیه تخم مرغ است که با هم یک جا میبینیم. دوباره برمیگردیم. سفیدی تخم مرغ چون حالت چسبندگی شدید دارد و علاوه بر شفاف کردن پوست در ترمیم جوش های صورت نیز مؤثر است، به تنهایی بسیار برای پوست مفید است. یک سفیدی تخم مرغ را خوب مخلوط کنید تا کاملا سفید شده و کف مانند شود. سپس این کف سفید را بر روی پوست مالیده و بدون حرکت نیم ساعت در آرامش دراز بکشید. وقت کاملا جذب و خشک شد، پوست را ابتدا با آب شیرگرم و سپس حتما با آب سرد بشویید. این ماسک را هفته دو بار استفاده کنید. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روبه هدیه است و خوشم میآید. ادامه برنامه آشپزی است و قسمی که دیدین بادنجان سیاهی که آماده ساختن کاملا آماده شد و داخل داش گذاشتن تا اینکه آماده شوند. خب حالا نوبت قرمه است.
بله نوبت خورمه است که خورمه را باید آماده بسازیم تا که مواد آماده میشه ما میتونیم یک خورمه خوشمزه را هم آماده بسازیم به شکل موادی که آماده ساختیم شکل بسیار خوبی را برای خود گرفته البته داخل داش ولی یک خورمه خوشمزه ای جمانده که همراه با سیر بادنجان رومی را به حد یک کمی که آب گرم اضافه میکنیم مساله اضافه میکنیم میز که این غذای خوشمزه زودتر آماده میشه ولی باید که بادنجان رومی که آماده ساختیم صرف از قسمت گوشت بادنجان استفاده میکنیم یعنی از پوست ازی هیچ استفاده نمیکنیم چرا که عظم نمیشه و نرم هم نمیشه به خاطر بهتر است که پوستش رو دور کنیم خب هر وقت که ازی غذا آماده ساختین به خاطر که پوست بادنجان رومی را استفاده نمیکنین میتونین از پوست بادنجان رومی به اسم ماسک به صورتتان استفاده کنین که موجب شادابی و درخشش پوستان میشه آه به شکل یک دانه پوست داری خود بنن میتونن هم مخلوط کنن هم از مکسر بکشن و هم میتونن همون قسمی که شما گفتین داری پوست خود بگذارن خب اگر میشه داخل مکسر اضافهش کنن با شکل یک ساس آمده میسازه و بعد از اون به جلد خود استفاده کنن من شوخی کردم و اگر همراه با عسل مخلوطش کنن خوبتر میتونن آماده بسازن یک ماسک خوب که زیادتر برای جلد فایده دارن خب ما هم کوشش میکنم از این بود برنامه زیادتر از ماسک های آسان و ساده آماده بسازم تا که شما از هم بتانین اما قسم ساده و آسان با آماده که در خانه تان در دست دارین میتونین از او استفاده کنین به خاطر چی از پوستش استفاده نمی کنین؟ پوستش هر چی که ما پخته کنیم غذا را برای 4-5 ساعت هم دالت جوش اگر بانیم پوستش عظم نمیشه یا کاملا نرم نمیشه به خاطر ضرور نیست که ما از پوستش استفاده کنیم ما میتونیم بدون پوست آماده بسازیم غذا را خصوصا کسایی هستن که بادنجان میره به شکل حلقه برش میکنن و یا به شکل سلایس آماده میسازن و وقتی که پوست نکنن ایره و وقتی غذا را آماده بسازن خصوصا یک اون جایی که رفتیم شوربا آماده ساختن شوربای بسیار خوشمزه و مزه‌دار است ولی امی هر کلان کلان دراز دراز معلوم میشه به خاطر بهتر همین رایش است که ما او را باید پوستش را دور کنیم خب کسی که به این شکل نمیتونن میتونن که بادنجان رومی را داخل آب جوش اضافه کنن برای 5-6 دقیقه بانن پوستش کاملا خود دور میکنه همراه با کارت ما میتونیم و بسیار آسانی پوستش دور کنیم خب بعض از اطفال هم هستن که امی که پیاز داخل غذا معلوم میشه را خوش نداره و همچنان بادنجان رومی و تخم گشنیز بعضی تخم گشنیز چرا من خود در خود ترکی تخم گشنیز بسیار بد میدیم ولی واقعا که تخم گشنیز فایده بسیار زیاد هم داره و غذا را بسیار خوشمزه هم میسازه خب بادنجان رو میره به این شکل باید همیشه میده میده کنیم میتونن این را از تراشگان بکشن؟ بله میتونن از تراشک هم بکشن هر قدری که خودشان راحت هستن میتونن بادنجان میره صرف آماده بسازن ما میخوایم صرف یک لواب آماده بسازیم دلشان از تراشک میکشن دلشان از ماشین کوفته دلشان به شکل میده میده کنن دلشان ساتولا میگیرن همیشه میده میده میکنن هر رقمی که خودشان راحت هستن یعنی باید کاملا آب شوه خب بقدر زیاد آب هم نشه که به شکل کاملا لواب باشه چرا که ما از رو به حتی هم استفاده میکنیم صرف ما میخوایم کمی که دانادار باشه خود اگر کسی که میخوان لواب آماده بسازن بعد اینجا رو میگه استفاده نمیکنن میتونن امرو با رو به حتی آماده بسازن که همراه با رو به حتی ما میتونیم زودتر یک لواب خوشمزه آماده بسازیم خب یا همش تقریبا آماده است بعد اینجا رو میره پوست کنیم و بعد از او به شکل دانه دانه آماده میسازیم و همچنان به جای مطر و لوبیا که امروز به شیرینی غذا استفاده میکنن میتونین از دیگه حبوبات هم استفاده کنین
مثلا نخود، ماش و یا حبوباتی که شما دلتان میخواه و یا میتونین یک لوبیا بسیار خوشمزه از رب هدیه و بادنجان رومی صرف آماده بسازین و حالا نوبت از این رسیده که بادنجان رومی رو داخل روغن بندازین تا ای که کاملا به شکل لوب بیاید. خب به این قسمت بادنجان رومی رو داخل دیگ اضافه کردیم و باید کاملا مخلوط شود، یعنی به اندازه که کمی خوب نرم بسازه. خب کسایی که میخوان که بادنجان رومی برایشان زودتر لوب آماده شود و یک لوب خوشمزه آماده زودتر بسازن و به شکل لوب باشه، دانه دار نباشه، میتونید که نمک اضافه کنید. نه نمک بسیار کم اضافه کردیم، کیوب اضافه میکنیم، کیوب هم نمک به اندازه خوردار ما به شکل همیشه مخلوط میکنیم و به شکل یک لوب خوشمزه. بعد از هر باری که مخلوط کرده میریم لوبش زیادتر شده میره و حرارت وقتی کاملا زیاد شد ما میتونیم خوبتر غذا رو آماده بسازیم. خب تا چند دقیقه دیگه هم بادنجان سیاه آماده میشه، مثلا دلمه ای که از بادنجان سیاه آماده ساختیم. بله برای چند دقیقه دیگه هم داخل داشت باشه بعد از اون آماده میشه، ولی من یک بار باید که برم من ببینم که بادنجان سیاه آیا آماده شده یا نشده، یک رفت نهی دخم نشه که از حرارت زیاد کاملا خاک شده بسوزه. خوشبوی خاطره برای خود گرفته، یعنی یک بوی خاطره داره و کم کم آماده هم شده و برای چند دقیقه دیگه میمونه میشه آهسته آهسته آماده میشه. بعد از داخل داشت بیرونش میکنیم و همراه با این قرمه خوشمزه تزیینش میکنیم و ای که بعد از این تزیین شد داخل روش خواب شد شما خودتان میفهمید که دیگه با او چی میشه، یعنی نوش جان میشه. بله و به خاطر که ما وقت برنامه ما کم است و شما در خانه‌تان اگر وقت داشته باشین میتونین که درجه داش کمتر کنین تا اینکه آهسته آهسته پخته شوه و طعم و مزهش خوبتر و بهتر بیاید. خب یک بار دیگه مواد لازم با هم میبینیم دوباره برمیگردیم. مواد لازم بادنجان سیاه با کوفته. گوشت کوفته 300 گرم، بادنجان سیاه 1 کیلو، پنیر پیتزا 150 گرم، پیاز 2 عدد، سیر 4 دندانه، بادنجان رومی 3 عدد، کرم 1 عدد، چکن کیوب 1 عدد، مطر 1 قوطی، لوبیا 1 قوطی، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. سفیدی تخم مرغ چون حالت چسبندگی شدید دارد و علاوه بر شفاف کردن پوست در ترمیم جوش های صورت نیز مؤثر است، به تنهایی بسیار برای پوست مفید است. یک سفیدی تخم مرغ را خوب مخلوط کنید تا کاملا سفید شده و کف مانند شود. سپس این کف سفید را بر روی پوست مالیده و بدون حرکت نیم ساعت در آرامش دراز بکشید. وقت کاملا جذب و خشک شد پوست را ابتدا با آب شیرگرم و سپس حتما با آب سرد بشویید. این ماسک را هفته دو بار استفاده کنید. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری رب هدیه است و خوشم میآید. ادامه برنامه آشپزی است و حالا هم نوبت از این رسیده که رب بسیار خوشمزه هدیه را داخل رب که از بادنجان رومی آماده ساختن اضافه کنن. اما قبل از اون میبینیم که بادنجان سیاه که داخل داش گذاشتن او پخته شده یا نه. خب یک کمک قواره خوبی رو بخواه. خب سیاه نمیگیم سیاه شده بخاطر خود از اون سیاه هست و مولو میشه که آماده شده پخته شده. بیا چند نخبات از داخل داشت بیرونش میکنیم و آماده میشه. خب نوبت رو به حدی است که داخل دیگ اضافه کنیم به شکل کاملا مخلوطش میکنیم. یک خورمی خوشمزه آماده است با یک لواب بسیار رنگ سرخه که همراه با رب هدیه آماده ساختیم آماده شده و به می شکل آهسته آهسته سرخش میکنیم. نوبت لوبیا سرخ است یا هم باش مخلوط میکنیم. خب البته لوبیا قبل از قبل نرم شده و ضرورت به حرارت زیاد نداره و به جای لوبیا میتونین از دیگه اوبات هم استفاده کنیم. بله
خب قورمه کاملا آماده شد. به شکل مخلوطش میکنیم و آماده میسازیمش. بعد مطر داخل قورمه استفاده میکنیم یا وقت تزیین؟ مطر هم داخل قورمه اضافه میکنیم. جوش میخوره، باز هم مخلوطش میکنیم. همه مواد کاملا مخلوط شد، آماده شد. به شکل و چیزی که ما داخل داش مانده بودیم. خب از این چیریم، خوارش رو، از این خوشبویش رو، از فهمیدیم که به چی اندازه پخته شده و نوبت داش هست که باید از داخل داش ما بیرونش کنیم تا ما بتونیم هور خوبتر رو به شکل درستش آماده بسازیم. خب این خب فعلا آماده است و چهار طرفش کاملا پخته هم است. سرپوشش وقتی که ما داخل داش میمانیم یک شکل بسیار خوبی رو برای خود میگیره و این قسمتش به شکل شکوفه‌ای را گرفته که از چهار طرف برگ‌های می داشته باشه. به خاطر از این وقتی که سرخ میشه این قسمت‌ها قاق میشه و وقتی قاق شدن پس دوباره خود بلند میکنه، یک دیزاین خاص را برای خود میگیره. یعنی ما وقتی خواسته باشیم در مهمانی که می داشته باشیم بالای دسترخوان اگر بیاریمش یا بالای میزی که ما میخوایم میز خضر تزیین کنیم یک شکل دیزاین خاص می داشته باشه و همراه با این سرپوش از این ما میتونیم این خضر را تزیین کنیم. خب غذا هم آماده شد، یعنی که بادمجان سیاه هم آماده است. خورمه خوشمزه که واقعا طعم بسیار خوب داره. خب از این خورمه ما میتونیم که همراه با نان گرم خوشمزه هم استفاده کنیم. یعنی ضروری نیست که ما همراه با غذا استفادهش کنیم. بعضی وقتا خورمه که اضافه میمانه ما میتونیم که بعضی وقتا به شکل خوبی بعضی همراه با بعضی مواد دیگه اضافهش کنیم و یک غذا خوشمزه در کنارش آماده بسازیم. خب به نظرم وقت هم بسیار کم داریم. خب بانجان سیاه را تزیین میکنین و از قورمه باعث یک لعاب برشون استفاده میکنین که یک دیزاین خوب بگیره. خب قورمه خوب آماده است، صرف میخواییم که یک اندازه قورمه که هست باید که داخل بشقاب اضافه کنیم. به این شکل واقعا یک رنگ بسیار خوب را به خود گرفته که رنگم از روبه هدیه است. بله واقعا رنگ بسیار خوبی داره که همراه با روبه هدیه آمده ساختیم. این یک غذا است که باید در کنار شمیت یک خورمی خوشمزه داشته باشه و هم همراه با نخود، مطر، لوبیا، هر غذایی که باشه ما میتونیم که در کنارش و از بعضی حبوبات دیگه هم در کنارش استفاده کنیم و بعضی وقتا ما میتونیم از زردک هم استفاده کنیم. میشه زردک به شکل کیوب کیوب آماده بسازیم و بعد از او در این غذا استفاده کنیم. خب فعلا خود همین غذا که آماده ساختیم ولی واقعا که به شکل بسیار خوبی آماده شده. و خب این بود غذای امروزی که براتون آماده ساختن و شما کسایی که میخواین غذای را یاد بگیرین تا در خانه‌تون به صورت آسان آماده بسازین در صفحه فیسبوک برنامه آشپزی پیام بگذارین تا اینکه بشیر جان براتون آماده بسازه. تا برنامه بعد و غذای بعد خدا نگهدارتون. بله خب غذای خوشمزه که امروز من خواستم برای شما دوستان آماده بسازم، کسی که مشکل داشتن خدا کنه مشکلشون حل شده باشه. تا برنامه بعد غذای خوشمزه دیگه که برای شما دوستان آماده می‌سازیم خدا حافظ و سلام. تا آشپزی دیگر به همکاری رو به هدیه است و خوشم می آید.